چند ارتباطی رو هم بگیم به چه صورت هستش. ارتباط یک به یک در واقع میتونید مثلا شما مثلا یه شخصی رو بیاید یه شماره تلفنی مثلا داره، هر شخصی میتونه شماره تلفن داشته باشه، این رابطه یک به یک. رابطه یک به چند مثلا یه کارمندی کلی مثلا پروژه میتونه اختیار بکنه، یا در واقع کلی پروژه میتونه به یه کارمند داده بشه، یا مثلا یه پست میتونه به کلی کامنت داده بشه، یه کلی کامنت میتونه به یه پست داده بشه. ارتباط چند به چند هم که توضیح دادیم دیگه، در واقع میتونه یه چند تا پروژه به یه شخص داده بشه، یه چند تا شخص به یه پروژه آتسورس بشن، یه مواردی که هستش میتونه در موردش صحبت بکنه. حالا باید مثال بزن. خب این وان تو ان رو اینجا در واقع داره میگه منی تو وان یا وان تو منی، هیچ فرقی نمیکنه، هر جفتش در واقع درسته که رابطه ها هستش. ببینید یه مقدار میتونه در واقع به یه مقدار وصل بشه، دوباره این یه مقدار میتونه به ایشون وصل بشه. اینجا دقت بکن، این وانه در واقع امپلوییه، این دپارتمانه. ببینید این دپارتمانه به چند تا اومده در واقع وصل شده، به ای6 و به ای3 و به ای1. یعنی این دی1 یا دپارتمان وان اومده چجوری شده؟ در واقع اومده به 3 تا مقدار یا به 3 تا امپلوی اختصاص بده کرده. پس در واقع من اینجا منی میشه کارمندام و دپارتمان هم میشه وان. یا مثلا این دپارتمان تو به 2 تا به ای2 و به ای4 مثلا در واقع امپلوی 4 اختصاص بده کرده، یا D3 به D5 و E5 و E7 اومده اختصاص پیدا کرده. این one to many به این شکل در واقع میتونید در نظر، یا میتونید بیایید پست و کامنت رو در نظر بگیرید. تو خیلی از سایت دیدید یه پستی وجود داره و کلی کامنت میتونید به شما بدید، در واقع به ازای هر پست میتونه کلی یا بی نهایت کامنت وجود داشته باشه و معکوس شما هست دیگه. به ازای مثلا هر کدوم از مثلا پست هایی که وجود داری، به ازای کامنتی که وجود داری، یه پست حتما به یه پست وابسته هستش. خب پس این وان تو منیه در واقع. خب بریم اینجا مقدار آخر، میتونید این رو همین امپلوی و پروژکت ببینید دیگه. نگاه کنید ببینید یه دونه کارمند میتونه یه پروژه رو داشته باشه، اینجا یه کارمند ببینید میتونه پروژه P1 کار بکنه، روی پروژه P4 هم کار بکنه، معکوسش هم هست در واقع پروژه P3 به در واقع کارمند شماره 3 و کارمند شماره 4 اومده اختصاص داده شده، معکوس هم دیگه در واقع اومده کار کردن. منی تو منی میشه، یعنی هم از این سمت میتونه به خیلی ها کار آتسورس بشه و هم که یه پروژه میتونه در واقع به کلی کارمند آتسورس بشه یا کارمندا روش کار بکنه. اما گیت ورژن که اگه کار کرده باشن بچه‌ها اونایی که بررسی کار می‌کنن متوجه میشن، مثلا شما وقتی گیت داری میتونی بدونی که چند تا پروژه در واقع دارید شما کار می‌کنید روش، مثلا ممکنه تو شرکت رو 4 تا پروژه شما دارید کار می‌کنید و همون پروژه در واقع به 5 تا مثلا برنامه‌نویس هم آتسورس شده باشه. اینها دقیقاً بحث منی تو منی هستش. حالا من به صورت شماتیک کامل بهتون نمایش خواهم داد. میام اینجا دارم نویکت رو باز خواهیم کرد و بهتون توضیح میدم به صورت شماتیکی که اینجا یه مقدار راحت تر هستش، یه مقدار شاید گنگ باشه، ولی خب اونایی که مقدار بررسی کار کردن من کاملا متوجه بشن که من دارم چی میگم. اگر هم کار نکردید حالا به مرور زمان که بریم تو سمت SQL بیشتر متوجه بشید. اینا تئوری هاست، باید تئوری ها رو بفهمید دیگه. این تئوری ها باید گفته بشه، راهی هم نیستش، چون اگه تئوری رو نفهمی اون وقت تو عملی قشنگ لگ میزنی متوجه نمیشی که به چه صورت.